از سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت برای تحلیل در مورد این گزارش دعوت به عمل آورده ایم. آقای شریفی نژاد سلام و عرض ادب. آقای شریفی نژاد، با توجه به آشنایی دقیق شما با لبنان، بفرمایید به چه دلایلی کشوری که به رفاه و سطح مطلوب زندگی در خاورمیانه و دنیای عرب شهرت داشته، اینک 80% مردم آن زیر خط فقر قرار گرفتند و چگونه میتوان دوباره لبنان را به آن روزهای اوج خود رساند؟ بفرمایید. من یه وقت بخیر از من قبل شما هم بینندگان عزیزتون. ببینید، لبنان مشکلات متعددی داره، مخصوصا بعد از انفجار بندرگاه شماره 13 این مشکلات بیشتر گسترش پیدا کرد. لبنان زمین بازی سه کشور ایران، سعودی و فرانسه است و این کشمکش نقش‌پذیری این کشورها در لبنان باعث شده که لبنان دچار بحران‌های عدیدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشه. لبنانی که امروز داریم در مورد صحبت می‌کنیم، این بحران‌های اقتصادی یک بخشش در کشمکش نیروهای نیابتی این سه کشور در این کشور وجود داره. مسئله بعدی عدم وحدت طوائف و گروه‌های سیاسی و اجتماعی در لبنانه که باعث شده که نتوانن لبنان به اون حد حاصل مطلوب در حوزه اقتصادی برسه. امروز لبنانی که با مشکل آب مواجه، با مشکل برق مواجه، با مشکل دارو و نان مواجه، و برای همین این لبنان یک روزی عروس خاورمیانه بود، ولی امروز این عروس خاورمیانه به جهنمگاه خاورمیانه تبدیل شده و اینا یکی از مشکلات عدیدی است که در لبنان وجود داره. بله، تشکر میکنم از شما. سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما همراه بودند.